It was a made for TV. ازدواجی که خوراک تلویزیون بود بین یک رپر و یک ستاره شوی تلویزیونی. پیوند دو آدمی که بسیار مستعدند در اینکه چطور خود را عرضه کنند. Kim Kardashian West. دست تقدیر اما هر دو را به کار با یک ستاره تلویزیونی دیگر سوق داد. با این حال سیاست یکی از مسائل مورد اختلافشان بود. کیم کارداشیان دموکرات است. و کانیه وست محافظه‌کاری جنجالی که اینجا در دفتر رئیس جمهوری کلاه معروف ماگا را بر سر گذاشته قبل از آنکه اعلام کند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می‌کند. تلاشی بی سرانجام. او تابستان پیش یک سری توییت نگران کننده کرد، از جمله توییتی که در آن مادر زنش را به کیم جونگ اون دیکتاتور کره شمالی تشبیه کرد، حتی خانواده اش را متهم کرد که می‌خواهند حبسش کنند. کیم کارداشیان اما در بیانیه‌ای طولانی در اینستاگرام پاسخ داد و گفت شوهرش مردی است عالی اما پیچیده که علاوه بر فشارهای ناشی از هنرمند و سیاه پوست بودن باید با انزوا و اختلال دو قطبی تشدید شده دست و پنجه نرم کند. گزارش شده که کیم خیلی وقت ازدواج براش تموم شده اما احساس می‌کرده که سال پیش موقع مناسبی برای درخواست طلاق نبوده، چون به نظرش و به نظر خیلی از مردم کانیه حالش خوب نبود. گفته می شود هر دو بیش از 1 میلیارد دلار پول دارند. کانیه وست با موسیقی و مد و کیم کارداشیان به عنوان ستاره تلویزیونی و کارآفرین. گمان می رود این دو قرارداد قبل از زناشویی دارند و هیچ کدام قصد ندارند زیرش بزنند. در حالی که کانیه وست اخیراً قول داد که از دنیای سیاست دور شود، کیم کارداشیان به دنبال اصلاح قوانین جزایی است و در حال دور دیدن برای وکالت. من همیشه کنجکاو بودم و هرچی بیشتر درباره مسائلی که میخوام بدونم یاد میگیرم، کارهای بیشتری از دستم برای کمک برمیاد. هیچ کدام از طرفین اظهار نظری درباره طلاق نکردند، اما انتظار می‌رود کیم کارداشیان بعداً در این باره صحبت کند. کجا؟ در شوی تلویزیونی خودش. دیوید والیس، BBC News، Los Angeles.